السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت همه خواهران و برادران گرامی در مورد از این که آیا زنان ناقص عقل و یا ناقص دین هستند آیا در این مورد حدیث وجود داره از زبان استاد بزرگوار احمد جاوید عارفی با توضیحات مشنویم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حدیث مبارک که در مورد زنان درباره ناقص عقل و نقص دینشان هست درست است حدیث بهتر از ما نداریم اما ای به شکل نیست که این حدیث ما به شکل ظاهری بگیریم به مردم بگویم که این نا از زنان ناقص عقل است یا چیز را نمیفهمه یا چنین چنان است این معنی داره این شرح کار داره متاسفانه دین سیتیز ها سیکولر ها دشمنان اسلام و بعضی کسایی که نمازگریز هستند و اونا فکر میکنند که یک, دو کلمه گپ میفهمند ظاهر از این حدیث را میبینند و بین مردم ای شبهات پراگنده میکنند که ببینین این حدیث است که زنان ناقص العقل است نخیر چون این نیست معنی از این حدیثی است که از نگاه دین چرا نقص میکنند خاطر که وقتی که زنان در ماه چند روز بیمار میشن اینا نماز نمیخوانن و به قرآن اینا نزدیک نمیشن و امو عباداتی که باید انجام بتن مثل که مردان انجام میتن پین روز یا شش روز یا اف روز اینا کمبود میکنن و ای که وقتی که خانه اینا طفل میشه اولاد میشه در مدت نفاس اینا از عبادات معروم هستن به او خاطر ای عدیس مبارک ای را بیان کرده و و عقل چرا ای هم تشریح کار داره ببینین اگر قرار باشه که یک زن قاضی شوه بسیار مشکلات رخ میده چند پیش یک موضوع یک جای رخ داد و یک زنی بود زن مدبری بود این قضاوت کرد اما قضاوت از جالب نبود و برحق نبود میفهم این چرا؟ به خاطر که وقتی که این موضوع را یا داستان یک زن شوهر بود که وقتی که شنید این بسیار زیاد به اون شکل که به این گفته بودن شروع کرد به جانبداری از یک طرف از این زوجین و طرف دیگر را به کلی محکوم کرد به اندازه محکوم کرد که حتی ما فکر کردم که راست میگه والا ای چرا تو شده اما با خود که فکر کردم وقتی که یه یادم اومد که نه این موضوع چونین نیست پس این موضوع را من تحقیق کردم دیدم که موضوع معکوس بوده اما اینجا عاطفه یک زن احساس یک زن لطافت بسیار باریک یک زن جرفگرایی یک زن باعث شده که دیگه قضاوت چی کنه؟ دست کم بیایه و در این دمی آلت بود که حدیث مبارک یاد آمد که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما چون این حدیث را برای ما گفته و ناقص نا عقل بمی هست که اگر زن در بعض از امور قضاوت میکنه احساسات از او باعث میشه که او تحت تاثیر احساسات لطیف و بسیار جرف خودش بیایه پس او اوزاره بر اساس احساساتش قضاوت میکنه اگر شما یک موضوع بین یک زن یک شوهر میشه شما میبینی که زن گریه میکنه بسیار گریه میکنه بسیار جگر خون است و این یک نفر میبینه بسیار جگر خون میشه علال خصوص یک زن اگر یالت ببینه بسیار زیاد جگر خون میشه در حالی که اگر ما اصل موضوع را پیدا بکنیم که گریه های او زن به خاطر احساساتی احساسات هست که او اوزا را به مشکل که خودش ترجمانی کرده به خود به او خاطر او تحت تاثیر هم احساسات خود آمده چرا اوزا را غلط ترجمانی کرده نتانسته که درست را ترجمانی بکنه و کسی که را میبینه بیننده و خصوص بیننده ای که زن باشه گریه های از ایره میبینه میگه صد فیصد مشکل در مرد است به خاطر که سعی کنی چرا میکنه دل آدم جگر آدم بخی خون میشه از مو خاطر الله سبحانه و تعالی در قضاوت به زنها اجازه نداده که زن قاضی باشه همیشه در در نظام اسلامی قضاوت و قاضی یک مرد است یعنی قضاوت به دست یک مرد سپرده شده به خاطر که مردها تحت احساسات نمیرن و اونا چیزی که شرع حکم کرده امور حکم میکنن اما زنها چون خودشان لطیف هستن باریک بین هستن جرف نگر هستن از امو احساسات پاکیزه خودشان اینا قضاوت میکنن با او خاطر اینا ناقص عقل گفته شده در حدیث. پس حدیث شرح خود داره و ما ایره خیلی خلاصه خدمت شما ایزم تقدیم کردم ای بسار یک شرح مفصل داره که اگر در ای باره صحبت کنیم شاید یک پینجا شست دقیقه در ای باره شاید صحبت شو. دیگه ای بود موضوع را که خدمت شما تقدیم کردم امید است که موضوع را درک کرده باشید